سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. بابک مرتضی زنجانی متولد 21 اسفند 1352، بازرگان و سرمایه‌دار، مؤسس گروه سوریند و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی است. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی او در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. او ثروتمندترین ایرانی جهان در سال 2012 است. نام او همچنین در پرونده رضا زراب، ایرانی دستگیر شده در ترکیه، به اتهام قاچاق طلا مطرح شده. رضا زراب در دادگاه گفته بود که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته. امیر عباس سلطانی نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی چندی ماه بعد از بازداشت او در مهر ماه سال 93 به رسانه‌ها گفته بود که بسیاری از مقامات پای بلند دولت احمدی نژاد از جمله چند وزیر، وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات او سهیم بودند. او گفت که فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه داشته. او در ادامه گفته زنجانی 13000 میلیارد تومان را پس نمی‌دهد. زنجانی 13 پرونده تخلف مالی داشته. متأسفانه با وجود این تخلفات باز هم نفت را در اختیار او قرار می‌دادند. 90% اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به اون دلخوش باشیم. در واقع 10% اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری هم دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خودش را هم به نام افراد دیگری کرده و مدیر عاملان اونها اشخاص دیگری هستند. او با همین ترفند تونسته کار کنه که نتونیم این شرکت‌ها رو مصادره کنیم. همچنین صادق زیبا کلام باور داره زمانی که استفاده یقه سفیدها از زنجانی تمام شد، او رو مچاله کرده و دور انداختن. اما درباره زندگی شخصی بابک زنجانی باید بگیم که زمان سربازی به سپاه اردکان اعزام شد. در اردکان چون مرتب‌تر بود و تمیزتر می‌نوشت، به قرارگاه فرماندهی سپاه منتقل شد. پس از حدود 13 تا 14 ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران، از قرارگاه سپاه و تاکید به نیاز برخی مراکز از جمله بانک مرکزی به سرباز، او را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران فرستاد. بابک زنجانی چندی بعد به عنوان سرباز سپاه مأمور به بانک مرکزی و در دوره محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی میشه. بابک زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل تخصص ارزی برای فروش و انتقال ارز توافقاتی با بانک مرکزی میکنه و تصمیم میگیره در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کنه. نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته بود 17 میلیون دلار بود. کارمزدی که بابت توزیع اون دریافت کرده بود هم 17 میلیون تومان بود. او هر روز 17 میلیون دلار از بانک میگرفت و پخش میکرد و 17 میلیون تومان هم سود دریافت میکرد. زنجانی پس از درگذشت نوربخش تصمیم میگیرد به تجارت دیگر برود و به صادرات سالامبور، پوست دباغی شده گوسفند و صادرات به ترکیه و ایتالیا مشغول شد. او پوست گوسفندان رو میخرید، سپس دباغی کرده و اونها رو به ترکیه میفرستاد. زنجانی گفته در نخستین کانتینری که به ترکیه فرستاده هر سالامبور برایش 1 دلار تمام شد، اما اونها رو در ترکیه به 19 تا 20 دلار میفروخت و پولش یک بار چند برابر شد. او کارش رو با 5000 پوست شروع کرد و سودهای کلانی عایدش شد. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه در سال 96 میلادی به دلیل اتفاقات مالی روسیه موفق به فروش کالا نمی شود و بدهکار شده و به زندان افتاد. اما روایت بابک زنجانی در مورد چگونگی میلیاردر شدنش توسط مسئولین وقت بانک مرکزی تایید نشد. یزدان پناه رئیس دفتر دکتر نوربخش با صراحت گفته نوربخش هیچگاه راننده‌ای به نام بابک زنجانی نداشته. ولی در برگه‌های مأموریت صادر شده از سوی سپاه این موضوع به اثبات رسید. همچنین یکی از اشخاصی که خودش را از دستیاران بابک زنجانی جا زده و در رسانه‌ها هزینه کرده بود، در گفتگو با تدبیر خبر گفته بود ریشه ثروت او برخلاف روایتی که بر سر زبان‌ها انداخته بود، به نیمه سال 90 می‌رسید و برخلاف آنچه که ادعا می‌کند، رابط نوربخش رئیس بانک مرکزی در دولت هاشمی رفسنجانی برای تزریق ارز به بازار نبوده و ادعای زنجانی مبنی بر میلیونر شدن در زمان سربازی را افسانه‌ای بیش اعلام کرد.
به گفته این دستیار ارشد زنجانی، زنجانی خودخواسته به تحریم‌های اروپا و آمریکا و بلاکه شدن پول‌هایش تن داده و از گردش پول‌های بلاکه شده نفت ایران، شرکت هواپیمایی و باشگاه فوتبال خریده تا همه او را بشناسند و پوششی بشه برای کارهاش. هنگامی که دست زنجانی از دور زدن تحریم‌ها کوتاه شد، دست به دامن رسانه‌ها شد تا از خودش افسانه و قهرمان ملی بسازد. همچنین روایت زنجانی درباره خانواده خود چنین است که او گفته پدرش کارمند راهن بوده و عموی او شرکت مسافربری TBT رو بنیانگذاری کرد، اما شرکت مسافربری TBT توسط دو نفر با نامهای توکلی و باقرزاده در سال 33 تأسیس شد و نام این شرکت هم مخفف اسم همین دو نفر هست که سهامداران اون بودن. پس از انقلاب هم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی این شرکت رو مصادره کرد و از اون زمان تا کنون توسط کسانی که این نهاد تعیین میکنه اداره می و فامیل زنجانی در میان اونها وجود نداره. البته این موضوع درست بوده و آقای محمد زنجانی، عموی بابک زنجانی، شریک اصلی آقای باقرزاده بوده و در تأسیس TBT نقش داشته. بابک زنجانی در گذشته دارای همسری به نام ثریا اسدی بوده و در اوایل سال 88 از او جدا شده بود. او همچنین دارای خواهری به نام بهار زنجانی بوده. بابک زنجانی از اسامی خانواده خود در خصوص ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور به عنوان سهامدار استفاده می‌کرده. اتحادیه اروپا در دسامبر سال 2012 نام بابک زنجانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. 15 شرکت خارجی بابک زنجانی در لیست تحریم‌های آمریکا و اروپا و انگلستان قرار گرفت و دلیل تحریم شدن کمک به تسهیل و جابجایی وجوه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده. زنجانی در دسامبر سال 2012 به علت آنچه کمک به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به ایران خوانده شد، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. بلافاصله پس از این اقدام اتحادیه اروپا، زنجانی در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت کاری برخلاف قواعد اتحادیه اروپا انجام نداده و نفت رو در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته. او افزود یک مجموعه تجاری خصوصی دارد و هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد. وزارت خزانه‌داری بریتانیا در مهر ماه سال 93 تحریم بابک زنجانی را لغو کرد. با این وجود اتحادیه اروپا یک ماه بعد او را مجدداً در فهرست تحریم‌های خودش قرار داد. تصاویری از او در سایت بازتاب امروز منتشر شد که او را مسلح به اسلحه کمری اتوماتیک سبک در مکانی نامعلوم نشون میده. زنجانی این عکس‌ها را مربوط به 15 سال پیش و در منطقه اربیل عراق دانست و بیان کرد که برای حفاظت در سفرهای زمینی در عراق مسلح بودن مسئله معمول است. پس از تغییر در سازمان تأمین اجتماعی، تفاهم‌نامه این سازمان با زنجانی لغو شد. این تفاهم‌نامه شامل معامله 3.5 میلیارد یورویی بابک زنجانی برای تأمین اجتماعی بود که از سوی سعید مرتضوی، مدیر عامل وقت این سازمان با زنجانی عقد شده بود تا چند شرکت تأمین اجتماعی را خریداری کند. منبع آگاهی که خبرگزاری فارس نام او را ذکر نکرده گفته مرتضوی بر اساس این تفاهم‌نامه چند فقره چک به مبلغ 3.5 میلیارد یورو به بابک زنجانی پرداخت کرده بود، اما هیچ گونه پولی از فروش شرکت‌ها به سازمان وارد نشده. بر پایه این گزارش بابک زنجانی چک‌هایی را که از سازمان تأمین اجتماعی گرفته بود برای پرداخت بدهی‌های معوقه خود به وزارت نفت به مقامات این وزارتخانه داده بود. در شرایطی که توافقنامه تأمین اجتماعی با زنجانی لغو شده، مشخص نیست که تکلیف این چک‌ها و پرداخت‌ها چه خواهد شد. اما پروژه بزرگ تجاری اداری خیابان ایران زمین واقع در شهرک غرب تهران متعلق به هلدینگ سودینت در مهر ماه سال 92 به دلیل نشست زمین و تخریب قسمتی از پروژه و آسیب جدی به خیابان‌ها و ساختمان‌های اطراف متوقف شد. این حادثه به دلیل گودبرداری غیراصولی و بیش از حد این پروژه روی داد. در آذر ماه سال 92 مجوز برج 27 طبقه ایران زمین با 314,000 متر زیربنا توسط شورای عالی معماری و 25 شهرداری ابطال شد. مجوز پروژه ایران زمین برای زنجانی بیش از 65 میلیون دلار هزینه داشته. پس از بازداشت زنجانی پروژه به حال خودش رها شد. زنجانی در سینما هم فعالیت‌هایی داشته که از جمله اونها میتوان به فیلم هیچ کجا هیچ کس به کارگردانی ابراهیم شیبانی، فیلم 13 به کارگردانی هومن سیدی و نقشه‌نگار به کارگردانی علی عطشانی اشاره کرد. هومن سیدی کارگردان فیلم 13 پس از حذف این فیلم از جشنواره برلین در اظهار نظری انتقادی از بابک زنجانی سرمایه‌گذار فیلم بیان کرد چرا باید به خاطر اینکه این آقا تحریم هست فیلم من از جشنواره برلین کنار گذاشته بشه، من چرا به خاطرش آسیب بخورم. او همچنین از امیر جعفری نام برده و گفته امیر جعفری به عنوان مشاور هنری با ما همکاری میکند و یکی از افرادی است که درباره فیلمنامه ها نظر میدهد.
امیر جعفری که هنرپیشه هستن، ابراهیم شیبانی رو به من معرفی کردن. من و امیر همکلاسی بودیم. 4-5 سال در دوران دبستان در مدرسه‌ای در ایران زمین شهرک غرب و در مدرسه راهنمایی ایثار کنار هم می‌نشستیم. هنوز هم به صورت خانوادگی دوست هستیم با هم دیگه. البته هیچ رابطه کاری با امیر نداریم و ایشان هم هیچ نفع مالی در دوستی با من نبرده. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در سه‌شنبه 19 شهریور سال 92 گفت بابک زنجانی تاجر ایرانی بیش از 2 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران رو به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسئله هستند. همچنین او به خبرنگاران گفت که آقای زنجانی معتقد هست که این پول به حسابش ریخته شده، اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده. جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت 2 میلیارد دلار نیست، بلکه 2 میلیارد و 800 میلیون دلار هست. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه در آذر ماه سال 92، نام شرکت سورینت این بار در اتهام انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه توسط مطبوعات اون کشور مطرح شد. اما در ایران مقامات قضایی و دولتی موضع‌گیری در این باره نداشتند. وبگاه الف در این باره نوشت مطبوعات ترکیه با افشای انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه و سپس دبی، پای شرکت سورینت ایران را به این پرونده باز کردند. جریانات مربوط به کشف بیش از 1.5 تن طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه بخشی از اتهامات مختلفی است که علیه آقازاده‌های کابینه اردوغان مطرح شده. بنابراین گزارش در تاریخ 1 ژانویه سال 2013 هواپیمای متعلق به خطوط هوایی ULS با محموله 1.5 تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف شد. مقصد بخشی از این طلاها شرکت‌های ترکیه‌ای بودند و بخشی هم که به ادعای رسانه‌های ترکیه فاقد اسناد و مدارک رسمی بودند متعلق به شرکت سورینت در ایران بوده. گفته شده که ایران برای رضا زراب امتیاز تاجر امین قائل شده بود. دستگیری بابک زنجانی یک روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که به دولتش گفته بود با فساد اقتصادی، خصوصا در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریم‌ها سود بردن، مبارزه می‌کند. البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد، اما بلافاصله بعد از این اظهارات این میلیاردر معروف بازداشت شد. حامیان بابک زنجانی در صفحه فیسبوک او دفاعیه‌ای را منتشر کردند که در خبرگزاری ایسنا انتشار یافت. در این دفاعیه آمده بود تنها موضوعی که قابل بحث هست چگونگی پرداخت تعهد آقای زنجانی است به دولت، که ایشان بسیار منطقی سخن گفتند که اگر کسی توانست 1000 دلار از خارج به حساب بانک مرکزی واریز کند، من 2 میلیارد دلار مابقی را واریز می‌کنم. آیا این آقایان میدانند که ایران تحریم هست؟ میدانند که تحریم معنیش چیست و آیا تاکنون شده که به یک بانک خارجی مراجعه کنند تا با دیدن پاسپورت ایرانی ایشان را بدون هیچ عذرخواهی از بانک بیرون کنند؟ آیا اصلا ایشان مراحل فروش نفت رو میدونند؟ آیا از عملیات بانکی برای انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر آگاه هستند؟ آیا میدونند که یک بشکه نفت خام چند لیتر هست و ظرفیت یک کشتی نفتکش چند میلیون بشکه هست؟ آیا میدانند که بانک HSBC مدت‌ها با حذف نام ایران در آدرس سویفت‌ها میلیاردها دلار رو برای ایران جابجا می‌کرد و کمیسیون میلیون دلاری می‌گرفت؟ آیا میدانند که این بانک سر آخر 1.2 میلیارد دلار به خاطر این کارش جریمه شد و این جریمه هنوز براش می‌صرفید؟ محسنی اژه‌ای در بهمن ماه سال 92 از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده. و همچنین از بدهی 9000 میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه قضاییه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی‌های زنجانی خبر داد. او معتقد است حتی با فروختن بخشی از دارایی‌های زنجانی که در داخل ایران موجود است، میتوان بدهی مزبور به وزارت نفت ایران را تسویه کرد. اما این ادعاهای اژه‌ای توسط مصطفی پور محمدی و عزت‌الله یوسفیان رد شد و ایشان اذعان کردند که دارایی‌های داخل کشور زنجانی مبلغ ناچیزی از بدهی‌هایش را شامل میشه و میبایست برای پرداخت کامل بدهی‌ها دارایی‌های او در خارج از کشور را به داخل منتقل کنیم. یوسفیان در این باره گفته بر اساس برآوردهای ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوشبینانه ترین حالت میزان اموال زنجانی در داخل حدود 4000 میلیارد تومان هست که در واقع حتی نیمی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را هم شامل نمیشه. محسنی اژه‌ای در 16 اسفند سال 94 اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده. در 16 فروردین سال 95 حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.
برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس با اعدام بابک زنجانی مخالفت کردند. از جمله حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و شاکی اصلی، ایشان گفتند با اعدام آقای زنجانی افراد صاحب نفوذ و دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد و بازپسگیری بدهی‌های او دشوارتر از اینی که هست خواهد شد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.